سرخط مهمترین خبرها. تأکید استاد محمد کریم خلیلی بر استفاده از فرصت پیش آمده برای ختم جنگ در کشور. رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان میگوید که فرصت خوبی برای تأمین صلح در کشور و ختم جنگ و خونریزی فراهم شده و باید از آن به نفع مردم افغانستان استفاده شود. فرصتی که پیش آمده فرصت خوبی است برای جامعه افغانستان، مردم افغانستان که از این فرصت استفاده کنند، کشور را از بحران 14 و بیش از 14 نجات بده. انتقاد خطیبان نماز جمعه از تصویب نشدن سند بودجه 1400. آنان میگویند که حکومت و مجلس نمایندگان باید هر چه زودتر بودجه را به صورت عادلانه تصویب و عملی کند. نگرانی ها از ادامه فساد مقام های دولتی. سفارت امریکا در کابل خطاب به مقام های دولتی گفتند که از فساد دست بردارید. و هشدار دادستان های استعضای دوم ترامپ از عواقب محکوم نشدن او. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام، به خبر شش از نگاه خوش آمدید. امروز جمعه 24 دلو سال 1399 خورشیدی است که برابر است با 12 فوریه سال 2021 میلادی. استاد محمد کریم خلیلی، رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان و معاون پیشین ریاست جمهوری، میگوید که فرصت خوبی برای تأمین صلح در کشور و ختم جنگ و خونریزی فراهم شده و باید از آن به نفع مردم افغانستان استفاده شود. رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان که در مراسم اولین سالگرد شهادت محمد باقر محقق صحبت میکرد، با اشاره بر این که کشورهای جهان، منطقه و مردم افغانستان صلح میخواهند، میگوید که تداوم جنگ به سود هیچ جریانی نیست و باید با جنگ 40 ساله در کشور خاتمه داده شود. از سوی هم معاون پیشین ریاست جمهوری تاکید میکند صلحی که مردم کشور به گذشته تاریک برگردند پذیرفتنی نیست. در این حال شمار دیگر از سیاسیون کشور نیز در این مراسم فرصت پیش آمده برای صلح را طلایی میدانند و میگویند که طرفهای داخل در پروسه صلح افغانستان باید در روند گفتگوهای صلح به صورت مسئولانه و منصفانه برخورد کنند. این مراسم به مناسبت نخستین سالیاد شهادت محمد باقر محقق برگزار شده، اما سخن از گفتگوهای صلح محور اصلی این مراسم را شکل می دهد. استاد محمد کریم خلیلی، رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان و معاون پیشینی ریاست جمهوری، فرصت کنونی صلح را طلایی می داند و می گوید که باید به جنگ 40 ساله در کشور نقطه پایان گذاشته شود. فرصتی که پیش آمده فرصت خوبی است برای جامعه افغانستان، مردم افغانستان که از این فرصت استفاده کنند، کشور را از بحران 14 و بیش از 14 نجات بده. راه تداوم جنگ به هیچ وجه راه فلاح و خوشبختی کشور نخواهد بود و نیست. ما بالاخره باید یک نقطه پایان برای این بحران پیدا کنیم. به هیچ وجه تبل جنگ زدن نه طبق خواست مردم کشور است و نه ما را به جای مطلوبی خواهد رسان. هر که به این فکر باشد اشتباه بزرگ خواهد کرد و در پیشگاه مردم افغانستان در تاریخ مورد ملامت قرار خواهند کرد. رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان می‌افزاید که در شرایط کنونی هم مردم افغانستان و هم منطقه و جهان صلح می‌خواهند. استاد خلیلی از سیاسیون کشور نیز می‌خواهد که برای رسیدن به صلح عادلانه و عزتمندانه با هم مشترک کار کنند. دنیایی که امروز دم صلح می‌زند، همکاران بین المللی ما عزمش بر صلح است، همکاران منطقوی ما عزمش بر صلح است، خواست مردم افغانستان هم صلح است. پس بیایید همه با هم تلاش کنیم از همچو فرصت و از همچو شرایط و از همچو زمینه
استفاده بهینه کنیم و در پیشگاه مردم خود چه امروز چه فردا سربلند باشیم که یک بحران 40 چند ساله را ما در این مقطع به پایان برسانیم. معاون پیشین ریاست جمهوری همچنان تاکید میکند که صلح به معنای برگشت به گذشته نیست و صلحی که افغانستان را به گذشته سیاه و تاریک برگرداند از سوی مردم پذیرفته نخواهد شد. صلحی که ما را به تاریکی بکشاند هرگز اصول عزتمندانه نیست. صلحی که تاریخ را تکرار کند صلح ایدئال جامعه ما و مردم ما و خواست مردم ما نیست. ما در برابر همچو ایده های یا خواسته های تحمیلی استاد بودیم، استاد خواهیم شد. از سوی هم استاد محقق، مشاور ارشد رئیس جمهور و رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان نیز میگوید که تمام مردم افغانستان در آرزوی صلح هستند و افغانستان نباید یک بار دیگر به بطلاق جنگ داخلی سقوط کند. ما باید یعنی ارزش های خودمان را حفظ بکنیم. از این جهت است که من عرض کردم که او خارجی که برای ما گفت، ما گفتم که برادر هر روز رقم حسابه، همچه سفیر ناتو که گفته بود در باطلاق یک جنگ داخلی سقوط نکنیم که هر روز حساب از سر بگیریم. این حالا باز خودتان میفهمین مسئولانه باشه و به یک قسمی که با صلاح و مصلحت همگی باشه. در همین حال سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری، بر حفظ انسجام سیاسی و تحکیم وحدت ملی در افغانستان تاکید کرده و آن را یک ضرورت حیاتی میخواند. آقای دانش هشدار میدهد که هر گونه شکاف بین مردم افغانستان خطرناکتر از جنگ بوده و افغانستان را یک بار دیگر در سراشیبی سقوط قرار خواهد داد. سرور دانش در بخش از صحبت‌هایش افزود که مذاکرات میان هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان و گروه طالبان در حالت بن‌بست نسبی قرار گرفته است. مذاکرات دوحه در یک حالت نسبی بن‌بست قرار گرفته. نمایندگان هیئت طالبان مصروف سفرهای سیاسی هستند و حتی گاهی پیشنهادهای نوی را برای آغاز گفتگو مطرح کردند که به هیچ صورت با نفع پروسه صلح در افغانستان نیست. مردم افغانستان و جهان مذاکرات بین الافغانی را یک فرصت تاریخی برای قطع جنگ و تأمین صلح عادلانه در کشور می دانند. این گفته ها در حال ابراز می شوند که از یک ماه بدین سو دور دوم گفتگوهای صلح در دوحه آغاز شده است. اما در این مدت هیئت های هر دو طرف تنها 2 بار با هم نشست رسمی برگزار کردند. نماز عبادی سیاسی جمعه با حضور هزاران نمازگزار در مساجد و مصلی‌های کشور برگزار گردید. ملا امامان مساجد و خطیبان نماز جمعه با اشاره به 26 دلف سال روز خروج قشون سرخ اتحاد جماهیر شوروی از کشور میگویند که مردم افغانستان آن زمان به صورت متحدانه در برابر بزرگترین ارتش دنیا استادند و شجاعانه از کشورشان دفاع کردند. خطیبان نماز جمعه تاکید میکنند که اکنون نیز مردم افغانستان باید با اتحاد و همبستگی به سوی گفتگوهای صلح بروند. از سوی هم خطیبان نماز جمعه از تصویب نشدن سند بودجه مالی سال 1400 انتقاد میکنند و میگویند که حکومت و مجلس نمایندگان باید هرچه زودتر بودجه را به صورت عادلانه تصویب و عملی کند. شهروندان کشور با حضور گستردهشان در مساجد و مصلی‌های کشور نماز عبادی سیاسی جمعه را در فضای اخوت و برادری ادا کردند. ملا امامان مساجد و خطیبان نماز جمعه با اشاره به 26 دلف سال روز تجاوز قشون سرخ اتحاد جماهیر شوروی از کشور میگویند که مردم افغانستان به صورت متحدانه از کشورشان دفاع کردند و بزرگترین ارتش وقت را شکست دادند. آنان مردم کشور را در شرایط فعلی نیز به وحدت و همدلی دعوت میکنند. آنچه که مردم ما را به این عظمت و موفقیت و پیروزی و در هم شکستن دشمنان یاری رساندند، وحدت، یک پارچگی و همدلی ملت مسلمان افغانستان بودند. شیعیان، سنیان، اقوام مختلف ساکنان در این کشور، تاجیک و هزاره، پشتون و ازبک، اقلیت‌ها و اکثریت‌های قومی و مذهبی
همهشون به عنوان مسلمان، به عنوان افغان، از خانه مشترکشان، از دین مشترکشان، از ناموس مشترکشان، از حرمت و حریم مشترکشان مردانه دفاع کردند. خطیبان نماز جمعه همچنان با اشاره به رویداد حصه اول بهسود از بررسی بی‌طرفانه هیئت حقیقت‌یاب که به این ولسوالی رفته بود استقبال کرده و تاکید میکند که تنش‌های پیش آمده در ولسوالی‌های بهسود ولایت میدان وردک باید به صورت منطقی و عاقلانه حل گردد. ما از روند بررسی این حادثه استقبال میکنیم، از مسئولان و نهادهای حکومتی و هم از بزرگان مردمی خواستار هستیم که به طور سریع انشاءالله این غائله را و این بحران را مدیریت کنند و به این معضل پایان بدهند. ملای امامان مساجد و خطیبان نماز جمعه همچنان در بخش دیگری از خطبه هایشان از تصویب نشدن بودجه مالی سال 1400 انتقاد کرده، از حکومت و مجلس نمایندگان میخواهند که هر چه زودتر این سند را تصویب کرده و معاش کارمندان دولتی را اجرا کنند. ایجاب میکند که بودجه سال 1400 به طور عادلانه طرح و تصویب گردد که ما هم از مسئولان حکومتی و هم از وکلای محترم ملت در پارلمان خواستار هستیم که در جهت تعدیل و طرح و تصویب بودجه سال 1400 انشاءالله سرعت عمل به خرج بدن تا بیش از این پروژه های انکشافی و همچنین معاشات به تأخیر نیفتد و مردم ما دچار سرگردانی ها نشود. ملای امامان مساجد و خطیبان نماز جمعه بر تحکیم و تقویت وحدت ملی بین مردم و تأمین صلح و ثبات در کشور نیز دعا کردند. در هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما اعلام کرده که 5 محافظ کارمندان این دفتر در یک حمله تهاجمی در کابل کشته شدند و خبرنگار در ولایت فاریاب زخمی شدند. نی حمایت کننده رسانه های آزاد در افغانستان نیز گفته که قطب‌الدین کوهی رئیس اتحادیه خبرنگاران آزاد و خبرنگار خبرگزار خصوصی پژواک نیز روز گذشته در ولایت فاریاب زخمی شده است. یونما در صفحه تویترش نوشته است که 5 محافظ نهاد که مربوط به تصدی محافظت عامه وزارت داخله بودند شب گذشته در ولسوالی سروبی کشته شدند. این نهاد افزوده که به کارمندان سازمان ملل آسیب نرسیده و فقط موتر حامل محافظان که کارمندان سازمان ملل را همراهی میکرد هدف قرار گرفت. مقام های امنیتی و سازمان ملل درباره جزئیات این حادثه توضیح نداده و نگفته که موتر حامل کارمندان سازمان ملل عازم کجا بوده است. تصدی ملی محافظت عامه یکی از ارگان های مربوط به وزارت امور داخله است که خدمات امنیتی را برای بخش دولتی، خصوصی و بین المللی ارائه می کند. فرد یا گروه تاکنون مسئولیت این رویداد را بر عهده نگرفته است. سفارت امریکا در کابل خطاب به مقام های دولتی گفتند که از فساد دست بردارید. این سفارت امروز در یک رشته توییت مقام های دولتی افغانستان را متهم به مصرف بودجه اختصاص یافته برای مبارزه با ویروس کرونا کرده، میگوید که این عمل قانون شکنی است و مقام های دولتی باید فساد را متوقف کنند. به گفته سفارت امریکا ده ها مقام دولتی افغانستان در پیوند به سوء استفاده از بودجه اختصاص یافته ویروس کرونا به لوی سرنوالی معرفی شدند. این در حال است که 9 محصول در مرکز و 223 مسئول دیگر در ولایت در پیوند به فساد در مصرف بودجه اختصاص یافته برای مبارزه با ویروس کرونا بازداشت و به لوی سرنوالی معرفی شدند. جنگ و حملات هراس افغانی در سال 2020 میلادی در افغانستان حدود 380 هزار تن را مجبور به فرار از روستاها و مناطق اصلیشان کرده است. با گزارش دفتر هماهنگی کمک‌های بشری ملل متحد یا اوچا، بیشتر این مهاجران داخلی را ساکنانی از ولایت‌های قندوز و هلمند تشکیل می‌دهند. بر اساس گزارش سازمان ملل، از ماه جنوری سال 2020 به این سو نیز ده‌ها هزار تن از 32 ولایت آواره شدند که تقریبا دو سوم این آوارگان را اطفال
تشکیل می دهند. اداره هماهنگی کمک های بشردوستانه ملل متحد یا اوچا در گزارشش می گوید که جنگ، ناامنی و حملات هراس افغانی در سال 2020 در افغانستان حدود 380 هزار تن را مجبور به فرار از روستاها و مناطقشان کرده است. بر اساس گزارش دفتر هماهنگی کمک های بشری ملل متحد، بیشتر این مهاجران داخلی را ساکنان ولایت های قندوز و هلمند تشکیل می دهند. این اداره در گزارش اخیرش از افزایش مهاجران داخلی در افغانستان خبر داده و گفته که در سال گذشته میلادی جمعاً حدود 380 هزار تن به دلیل جنگ و خشونت مجبور به ترک قریه ها و مناطق اصلی خویش گردیدند. بر اساس این گزارش اکثریت این مهاجران داخلی را اهالی ولایت های ناامن و درگیر جنگ به شمول قندوز در شمال و هلمند در جنوب کشور تشکیل می دهند. بر اساس منابع سازمان ملل، از ماه جنوری سال 2020 به این سو نیز ده ها هزار تن از 32 ولایت از جمع 34 ولایت کشور آواره شدند که تقریبا 2/3 این آوارگان داخلی را اطفال تشکیل می دهند. این اداره سازمان ملل گفته است که به دلیل عدم دسترسی به اکثر ولایت های افغانستان روشن نیست که آیا همه بیجا شدگانی که از مناطق خیش فرار کرده بودند دوباره به خانه هایشان برگشتند و یا هنوز هم در آوارگی به سر میبرند. گزارش های سازمان ملل میرساند که اکثر بیجا شدگان به دلیل تشدید درگیری ها میان مخالفان مسلح و نیروهای نظامی حکومت افغانستان مجبور به فرار از مناطق خیش گردیدند. با وجود آغاز دور دوم گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و طالبان در ماه سپتامبر سال 2020 میلادی، هنوز هم جنگ و ناامنی در اکثر ولایت‌های کشور ادامه دارد و بیشتر مردم بر علاوه ای که آواره شدند نیز جانشان را از دست دادند. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحاد اروپا میگوید که بیرون شدن سربازان خارجی از افغانستان بر اساس شرایط انجام می شود. مسئول سیاست خارجی اتحاد اروپا تماس تلفنی با رئیس جمهور غنی مطرح کرده است. امریکا که قرار بود بر بنیاد موافقتنامه صلح با طالبان سربازانش را تا اول ماه می امسال کامل از افغانستان بیرون کند، نیز گفته است که بیرون شدن سربازانش از افغانستان به شرایط این کشور بستگی دارد. در آخرین مورد جو بایدن رئیس جمهور امریکا در نخستین دیدارش از پنتاگون گفته است که می توان مهلت خروج سربازان امریکایی از افغانستان را کنار بگذارد. پیش از آن جنرال مکنزی فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی امریکا نیز گفته بود که خروج سربازان امریکایی از افغانستان باید مبتنی بر شرایط باشد. در مقابل گروه طالبان بر خروج سربازان خارجی از افغانستان تا ماه می تاکید میکند و گفته که عملی سازی موافقتنامه دوحه به سود امریکا و این گروه است. از سوی هم جو بایدن رئیس جمهور جدید امریکا هنگام بازدید از وزارت دفاع این کشور گفته که تلاش میکند راه حل سیاسی برای مسئله افغانستان پیدا شود. در اثر بیماری ویروس کرونا در کشور 3 تن جانشان را از دست دادند. وزارت صحت عامه با بیان این مطلب میگوید که در 24 ساعت گذشته 1391 نمونه مشکوک به ویروس کرونا را تست کرده است که نتایج آزمایش 28 نمونه آن مثبت تشخیص شده است. این تعداد موارد مثبت ویروس کرونا در 9 ولایت کشور به ثبت رسیده است. همچنان در یک شبانه روز گذشته 111 بیمار کرونا در ولایت های کابل، هرات و قندهار و هلمند بهبود یافتند. تست کرده است که نتایج آزمایش 28 نمونه آن مثبت تشخیص شده است. این تعداد موارد مثبت ویروس کرونا در ولایت های کابل، هرات، قندهار، بلخ، ننگرهار، میدان، وردک، کاپیسا، هلمند و اروزگان به ثبت رسیده است. با ثبت این رویدادها شمار مجموعی مبتلایان به ویروس کرونا در کشور از نخستین روز شیوع این ویروس تا کنون به 55473 تن رسیده است. بر اساس معلومات وزارت صحت عامه در 24 ساعت گذشته 3 موارد مرگ ناشی از ویروس کرونا در ولایت هرات نیز به ثبت رسیده است. شمار مجموعی جانباختگان بیماری کرونا در افغانستان تا امروز به 2427 تن رسیده است.
همچنان در یک شبانه روز گذشته 111 بیمار کرونا در ولایت‌های کابل، هرات، قندهار و هلمند بهبود یافتند. به این ترتیب شمار بهبود یافتگان ویروس کرونا در کشور به 48390 تن افزایش یافته است. در ادامه گزارش وضعیت آب و هوا. در خارج از کشور دادستان های استعضای دوم دونالد ترامپ میگویند اگر ترامپ را محکوم نکنید دوباره دستور شورش خواهد داد. روز سوم دادگاه استعضای ترامپ در مجلس سنای آمریکا با جمع‌بندی نمایندگان دموکرات که در نقش دادستان حضور یافتند به پایان رسید و آنها هشدار دادند که چنانچه ترامپ به علت یورش به کنگره محکوم نشود، در انتخابات ریاست جمهوری سال 2024 در صورت نامزد شدن فرصت خواهد یافت که اگر شکست خورد دوباره هوادارانش را علیه نتایج انتخابات و کنگره بشوراند. نو نماینده دموکرات تحت مدیریت جیمی ریسکن نماینده ایالت مریلند شکایتش را برای 100 سناتور مجلس سنا ایراد نمود تا وکلای آقای ترامپ دفاعیشان را آغاز کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا متهم است که با طرح ادعای تقلب در انتخابات نوامبر سال گذشته و اصرار بر آن بدون ارائه هیچ گونه شواهد محکمه پسند هوادارانش را علیه مسئولان انتخاباتی در ایالت‌های مختلف علیه اعضای کنگره آمریکا شورانده است. جوزف نگیوس جوانترین نماینده دموکرات عضو تیم نو دادستان استعضا بارها نسبت به تکرار واقعه چون یورش در صورت محکوم نشدن ترامپ هشدار داد. یک برنامه واکسیناسیون کووید 19 در 6 کشور اروپای شرقی آغاز می شود. سازمان صحی جهان و اتحادیه اروپا تطبیق یک برنامه منطقه 40 میلیون یورویی واکسیناسیون کووید 19 را برای کمک به 6 کشور اروپای شرقی آغاز می کند. اتحادیه اروپا و اداره صحت سازمان ملل متحد 11 فوریه گفتند که این برنامه کشورهای ارمنستان، آذربایجان، بلاروس، گرجستان، مولداوی و اوکراین را شامل خواهد شد. کمیسیون اروپا گفته است هدف از تطبیق واکسن ها از طریق ابتکار جهانی کمک به کشورهای فقیرتر است. این شش کشور بخش از مشارکت شرقی هستند که میخواهند روابطشان را با اتحادیه اروپا تقویت بخشند. اتحادیه اروپا مصارف این برنامه واکسیناسیون را در یک دوره 3 ساله به عهده دارد و از سازمان صحی جهان به تطبیق آن کمک خواهد کرد. قطر به دنبال کاهش تنش بین ایران و آمریکا و بازگشت طرفین به برجام است. رویترز به نقل از خبرگزاری دولتی قطر نگاشته است که آن کشور بعد از تماس‌های با مقامات آمریکا به دنبال کاهش تنش در منطقه و کمک با بازگرداندن طرفین به توافق هسته‌ای است. محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر خارجه قطر میگوید کشورش در حال تلاش برای کاهش تنش از طریق یک فرایند سیاسی و دیپلماتیک برای بازگشت به توافق هسته‌ای است. این اظهارات وزیر خارجه قطر بعد از تماس‌های جداگانه رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران و جک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید با محمد بن عبدالرحمن آل ثانی بیان شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا واشنگتن را در سال 2018 میلادی از برجام خارج کرد و تحریم‌هایی را که تحت آن توافق برداشته شده بود دوباره برگرداند. دولت بایدن از زمان آغاز کارش گفته است اگر ایران به اجرای تعهدات خود در قبال توافق هسته‌ای موسوم به برجام بازگردد، آمریکا نیز به این توافق باز خواهد گشت. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید راه دیپلماسی اقتضا میکند که ایران به تعهدات خود پابند باشد و به اجرای آنها بازگردد.
و دولت نظامی میانمار به دنبال بازداشت اعتراض کنندگان عفو بیش از 20,000 تن زندانی را اعلام کرد. دولت نظامی میانمار فرمان عفو عمومی گسترده ای را اعلام کرده. این در حال است که بازداشت معترضان به کودتای هفته گذشته در این کشور ادامه دارد. بر اساس این عفو عمومی بیش از 23,000 زندانی مشمول آزادی و یا کاهش مجازات می شوند. انجمن حمایت از زندانیان در میانمار این اقدام دولت نظامی را نگران کننده دانسته است. دولت نظامی این عفو عمومی را به دلیل زودتر اعلام کرده که فضای بیشتر در زندانها برای بازداشت فعالان سیاسی ایجاد کند. در میان افراد مشمول عفو یکی از رهبران سیاسی سرشناس نیز دیده می شود. بیننده های عزیز، این بود خبرهای این ساعت که تقدیم حضور شما گردید. سپاسگزارم از همراهیتان. خدا نگهدار.